جنگ غزه بسیاری معتقدن که همین امروز فردا تمام خواهد شد و پایان خواهد یافت. پیش بینی شما چیست؟ اگر جنگ غزه الان تموم شه، خب آیا پیروزی برای مقاومت محسوب میشه؟ بالاخره اسرائیل امنیتش به صورت ماهوی زیر سوال رفته، بحث مهاجرت معکوس هستش و به قول شما کالایی که اسرائیل داشت میفروخت به منطقه امنیت بود و قرار بود ازش کوریدور رد شه، تبدیل شد به جایی که از زندگی شهروندان عادی خودش هم نمیتونه حمایت کنه. جنگ غزه کی تموم خواهد شد و نتیجهش تا این لحظه به نفع مقاومت یا به ضررش؟ ببینید، ما باید سناریو پردازی کنیم، ما پیشبینی دقیق که نمیتونیم بکنیم. یه سناریو اینه که فشار افکارومی کماکان افزایش پیدا کنه، حماس مقاومتش افزایش پیدا کنه و سرعت تحولات اونطوری که اسرائیل میخواد پیش نره و فشار افکارومی داخلی هم به نتانیاهو افزایش پیدا کنه و مجبور شن یه دستاورد سازی علکی برای خودشون بکنن و مثلا بگن خب حالا تا اینجا ما رفتیم، حالا مثلا شمال غزه رو گرفتیم و حالا مثلا یه سری از خدمت رو عرض کنم که ویرگان ها آزاد شده، انقدر کشته داده حماس، انقدر سرانشون، یه دستاورد سازی برای خودشون بکنن. خب این سناریو اگه احتمال اتفاق بیفته که واقعا پیروزی بزرگیست برای ما، برای ایران، برای محور مقاومت پیروزی فوق العاده بزرگیست، شکست قطعیه اسرائیل و اسرائیل نتونسته اون وجهه بازدارندگی خودش رو احیا کنه و در تحولات آینده منطقه نمیتونه بازسازی کنه دیگه. اما به همین دلیل، دقیقاً به همین دلیل، اگه این اتفاق بیفته، شکست قطعی برای اسرائیل، من بعید میدونم اسرائیل به این راحتی کوتا بیاد، به این راحتی شکست رو بپذیره و مجبوره، من باور دارم اسرائیل مجبوره ادامه بده جنگ رو و به خاطر اینکه خب حماس به این راحتی ها شکست نمیخوره، کار سختی پیش رو داره و حتی به فرض اینکه حماس رو هم بتونه شکست بده و کل غزه رو بخواد بگیره، برای آینده غزه داستان داره. برای خدمت شما عرض کنم که در کرانه باختری داستان داره، اینکه غزه رو چیکار کنه، به کی بسپره، خودش بمونه، انتخابات برگزار کنه، نکنه، رژیم بین المللی تشکیل بده و اینا حالا برای اسرائیل کار داره. و همچنین حتی اگر پس اسرائیل هم از پس حماس هم بر بیاد، باز برای بازگرداندن وجهه بازدارندگی خودش مجبوره بره سراغ حزب الله لبنان. چرا؟ چون تو این دوران حزب الله هم بهش حملات محدودی کرده و اسرائیل جواب درخوری به حماس، به حزب الله نداده و اگه سراغ حزب الله نره و همینجا قضیه رو تموم کنه، یعنی که حزب الله تو میتونی در آینده باز به من حمله کنی. پس من در هر صورت علارغم این که باور دارم کار اسرائیل به شدت سخته، باور دارم کار اسرائیل سنگینه، هزینه داره، حالا درگیره و این شرایط فعلا به نفع ماست، اما اگه این سناریو محتمل باشه و پیش بره و اسرائیل تو تهش بخواد ادامه بده مسئله رو، ما حالا همطور که از روز اول عرض کردم، حالا کار داریم در غزه، حالا با اسرائیل کار داریم و این شبکه. خب الان افکار عمومی چی؟ الان افکار عمومی بعد از این لحظه به شکلی، همین یه هفته گذشته، دیروز یه قطعنامه شورای امنیت اومدش بیرون، امروز به نیویورک تایمز گذاشت که این کافی نبوده، تازه الان به شکلی رسانه‌های به ویژه دموکرات در آمریکا فشار زیادی دارن میارن و به عبارتی دیگه به نظر میاد که تایم اپ برای اسرائیل و زمانی که برای قتل آدمکشی و نسل‌کشی بهش دادن دیگه تمومه و با آمریکای بایدن هم میخواد که این قضیه تموم شه و رپاپ شه، به ویژه اینکه روی بحث انتخاب بایدن داره تاثیر خیلی جدی قرار میده. درسته؟ جواب شما به این چیه؟ دو تا نکته. یکی اینکه افکارومی چقدر واقعا در عمل تاثیر میذاره، چقدر رو روسیه و اوکراین تاثیر گذاشته، حالا بخواد برای اسرائیل تاثیر بذاره که بازی رسانه‌ای دست خودشه. یعنی با زمانی که بازی رسانه علیه روسیه بود و به نفع اوکراین بود، چقدر افکار رو میتونست روسیه رو وادار کنه که عقب بشینه، که حالا الان بخواد زمانی که رسانه دست صهیونیست‌هاست و رسانه دست دموکرات‌های آمریکاست بخواد روی اسرائیل تاثیر بذاره. نکته اول. نکته دوم، تأثیری که افکار رو بخواد بذاره در تغییر تاکتیک، نه در تغییر استراتژی. یعنی شما همین الان میبینید که اسرائیل در تاکتیک خودش برای جنگیدن و برای کمتر کردن کژالتی و در حقیقت خسارات غیر نظامیان و کشتن غیر نظامیان، الان وادار میشه که
یه مقدار بیشتر محتاطانه رفتار کنه و همین مسئله باعث میشه جنگ رو بیشتر ادامه بده. اما این به این قیمتی بخواد که اسرائیل افکار عمومی رو بذاره یه ور کاسه و باقی ماندن حماس و اون ضربه‌ای که هفته اکتبر خورده رو بذاره یه ور کاسه و ما تصور کنیم به خاطر افکار عمومی به ماندن حماس تن بده، یه مقدار اگه این کارو بکنه شکست وحشتناک اسرائیل رو جشن نمیده. پس طبقا این چیزی که به قول معروف از همون روز اول اولمرت گفت، بعد از باراک گفتش و غیره، ایهود باراک گفت و غیره، حالا مثلا یهور ما میگیم داره رجز میخونه و غیره، قابل اعتماده. پس اینا لزوما بلوف نبوده، اینا گفتن که ما باید بریم و حماس رو تموم کنیم و میدونیم که هزینه خواهد داشت بر مورد افکار عمومی جهانی، ولی ما مجبوریم. پس این رو چون میگم، حالا میگم اگه نتانیاهو بگه و باراک که طرف مقابلش بگه، خب بعد جدی گرفتین. پس ببینید، تموم کردن حماس حالا میتونه نتایج مختلفی داشته باشه. مثلا حالا یه سناریو اومده که دارن با مصر صحبت میکنن که سران حماس رو منتقل کنن به مصر. یعنی این تموم شدن حماس معانی مختلفی میتونه داشته باشه. ما میدونیم حماس ایدئولوژیه، هر کسی که مخالف اکوپایشن اسرائیل در غزه باشه میتونه عضوی از حماس بشه. خب پس این تموم شدن حماس یک مفهوم انتزاعی سختیه که تعریف‌های مختلفی میشه ازش کرد، اما بالاخره اینکه یه دستاورد مهمی بهش برسه، یه تعریفی بالاخره باید بکنه. آقا یا من غزه رو گرفتم، یا حماس رو به شدت ضعیف کردم، یا حماس رو از غزه خارج کردم، بالاخره به یه چیزی باید بتونه برسه. اگه نتونه به اون برسه، شکست کامل اسرائیل در کل دنیاست، در اسمان عمومی کل دنیاست. و من باور ندارم به ویژه نتانیاهوی که ادامه قضیه هم پرهزینه است دیگه. بالاخره هر روز که داره میگذره عکس این بچه‌ها، عکس این زجه‌ها، عکس این مادران و اینا دیگه فقط چیزی نیست مثلا بخواد به شکلی مسلمانان فقط ببینید که بشم تیلر سویفت و به شکلی سلما گومز و این شوهر کارداشیان اسمش چی بودشون، رپر کین وست، خب همه اینا هستن که اومدن به میدون. یعنی بدنه تولیدکننده انترتینمنت اینداستری، کالچر اینداستری، ساعت فرهنگ آمریکا که بخشی از ابزار و سلاح‌های آمریکاست، اومده علیه اسرائیل به میدون، میگه من دیگه not in my name، به اسم من دیگه نکش. خب برمی داره پرهزینه میشه. و مهمتر از اون این که الان دیگه آمار و ارقام و نظرسنجی نشون میده که بایدن داره عملا از انتخابات بعدی حذف میشه. بله درست میفرمایید، ولی ببینید شما باید ببینید که در اهداف استراتژیک و راهبردی که یک دولت برای خودش تعریف میکنه و اون رو منطبق میکنه با ارتباط مستقیم میده بهش به امنیت ملی خودش، با اهدافی که ارتباط داره به افکار عمومی دنیا و به وجهش، چقدر کجاها با هم تلاقی پیدا میکنن، کجاها نمیکنن. ما همین وجهه افکار عمومی بین المللی رو 100 برابرش با همدستی هزاران بیشتر سلبریتی که الان جرئت نمیکنن علیه اسرائیل حرف بزنن، پارسال سر زندگی آزادی علیه ایران دید. دیگه کسی نبود، گیسشو نبود. آخه برای اونا تاثیر رو جامعه ایران نداشتن که نه، اونا تاثیر رو جامعه ایران نداشتن، ولی اسرائیل بخاطر زیستش از دل پایتختای غربیه. اونا مثلا میتونن فشار بیارن که همین مثلا رضا پهلوی سپاه بذار تو لیست تروریستی، اوکی همه گذاشتن، سو وات، خب که چی حالا؟ خب بیشتر از این که مثلا اون بخشی از این بودی، نیرو به اون سمت بود، ولی الان نیرو به اینه که آمریکا رابطه رو با اسرائیل فلان کنه، بایدن ارتباط رو قطع کنه. نه ولی نمیکنه. اون دستی که بالا رفت، دستی که بالا رفت، دست نماینده آمریکا در سازمان ملل برای وتو کردن زیر فشار بیشتر، ممکنه بالا نره و وتو نکنه این بار. اوکی، این همیشه بوده، الان فقط آمریکا شده. این یک نشونه گذار در نظم بین المللی خود این مسئله. همیشه همه دستا به نفع اسرائیل رفته بالا، حتی همین روسیه، همین چین ما. خب الان نمیره، ولی فقط آمریکا دستشون بره بالا. اما در عمل تفاوتی ایجاد نشده، در عمل هنوز داره آمریکا بزرگترین تسلیحات و حمایت‌های نظامی رو داره از اسرائیل میکنه، هنوز داره بهش نیرو فرستاده، نیروی حرفه‌ای نیرو مثلا دلتا فورس فرستاده. بله میگم تأثیر میذاره در تغییر تاکتیک، ولی اینکه انقدر تأثیر بذاره که اسرائیل بیاد یک پایان افتضاح‌آمیز رو برای خودش تعریف کنه، بسیار امیدواریم بشه.
بسیار خب، ولی من این موضوع رو فهمیدم. شما در واقع میگید که الان در حال حاضر اگر جنگ امروز پایان پیدا کنه به معنای ضربه جدی به شاکله امنیت ملی اسرائیل، و این برای اسرائیل در واقع پذیرش مرگ آتی، حالا الان نه 5 سال 10 سال دیگه، و اسرائیل باید ابله باشه که این کارو کنه. همین قاعدتا اسرائیل باید جنگ رو ادامه بده، حالا به شکل پایین‌تر. برای همین می‌بینیم که اگه مثلا در 78 روز در 50 روز اول تعداد کشته‌ها 16,000 تا بود، در تمام مثلا چم این 20 روز بعدی 25 روز بعدی الان مثلا چم 4,000 تا اضافه شده، درسته؟ این تعداد خیلی خوب. خب این نکته اولو گرفتیم.